خانم گلزاری خیلی خوش اومدید به برنامه ما. میخواستم از شما بپرسم که چطور شد تصمیم گرفتید این اثر رو که اولین بار 100 سال پیش در اصفهان اجرا شد بازخوانی بکنید، یعنی قطعی از این کل اثر که نیست ولی قطعی ازش. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون، خوشحالم که دوباره میبینمتون و ممنون از دعوتتون. در واقع من خب این قطعه بود که خیلی سال پیش شنیده بودم و همیشه دوستش داشتم، به خاطر اینکه هم گویای در واقع وضعیتی بوده که در ایران سالها بوده و شاید هنوزم هست. به هر شکل اپرا نیست در واقع این قطعه به اون شکلی که تعریفی از اپرا هست. میرزاده عشقی طبق همون گفته‌ای که شما اول برنامه فرمودین، هنگام سفری که می‌خواسته به سمت استانبول بره و با توجه به اینکه مدتی در استانبول زندگی کرده بوده و با صحنه‌های تئاتر موزیکال آشنا شده بوده، تصمیم می‌گیره که یک اپرای ایرانی در واقع درست بکنه و اون غزلی که هنگام دیدن ویرانه‌های طاق کسرا به ذهنش میرسه که ز دلم دست بدارید که خون می‌ریزد، در واقع شروع ساخت این اپرا بوده. ولی خب به اون معنایی که تعریف اپرای غربی هست نیست، ولی خب به شکل اپرا در واقع اجرا شده و به همین شکل هم در واقع ما نامیدیم برای اینکه دخل و تصرفی نشده باشه. در فکر کنم از این دلیل بهش میگو اپرا، چون به هر حال موقعی که در اصفهان اجرا شد بعد در گراند هتل تهران 1300 اجرا شد، خب شخصیت های مختلف می اومدن، از کوروش و شاهان ایران و شاه دختر ایران و اینا که به شکل اپرا بوده، ولی خوندنش به شکل اپرا به اون شکلی که ما میدونیم نبوده. ولی بازخوانی شما به هر حال بسیار جالبه. با من بگید که لطفاً به هر حال شما خوندید شعر و موسیقی تعدی فکر کنم مال خود عشقی، موسیقیش هم هست، به هر شما توضیح بدید که دوستان دیگر یا همکاران دیگرتون کی بوده تو در این کار؟ بله، در واقع تنظیمش به عهده خانم مریم خدابخش بوده و نوازنده عود و ستارم ایشون هستن. نیش هم آقای وفا مصباحی و تنبک هم آقای مجید یگانه زدن. دوست عزیزم آقای محمد هم که ویدیوشو ساختن. در واقع با همکاری این دوستان این قطعه رو ما ضبط کردیم و بله، موسیقی هم همینجور که شما فرمودین برای خود میرزاده عشقی هست. اون آوازی هم که وسطش در واقع در گوشه عراق ماهور خونده میشه طرح خود من بوده. اون چیزیه که میتونم بگم اگر سوال دیگه ای هست که من میخواستم بدونم که شما از بین آثار عشقی، خب عشقی خیلی کارهای مختلفی کرده، حتما این یکی برای شما یه جذابیت خاصی داشته که اینو تصمیم گرفتید بازخوانی بکنید. چی بوده جذابیتش؟ موسیقیشه، شعرشه، چی هست در این موسیقی؟ به هر حال اولین کار اپرایی در ایران هم محسوب میشه دیگه به یک عبارتی. بله همینطوره. خب شعرش برای من خیلی جذاب، گفتم اول صحبت هم به خاطر اینکه بیانگر به نظرم وضع موجودیه که الان هست و بوده سالیان سال، و اینی که خب در واقع مخاطبش یک زنه که بلند میشه و داره ندا میده به مردم که بیدار شید، یک همچین چیزی. و خب قمران ملوک وزیری که من خیلی از آوازای ایشون رو گوش دادم و خیلی تاثیر گرفتم از ایشون، اولین بار اینو اجرا کردن. همه اینا در واقع منو بران داشت که این کار رو اجرا بکنم و خب منم بعد از سالها که دور بودم از فضای موسیقی و آواز نمیخوندم، یعنی میخوندم ولی خب اجرا نداشتم به اون شکل، اولین کاری که بعد از سالها تصمیم گرفتم که بخونم و بازخوانی بکنم این کار بود. مجموعه اینا برای من در واقع باعث شد که بله. خانم گلزاری، با اینکه شما به هر حال چون زن هستی در ایران اجازه اجرا ندارید، ولی ماشاءالله همچنان پرکار، پشت کارتون خیلی قویه و کار تولید میکنید و این واقعا قابل ستایشه که شما همچنان به کارتون ادامه میدید. متشکرم. بله به هر شکل میگم زبان من هست، زبان موسیقی، زبان شعر و
میگم دفعه قبلم گفتم فکر نمی کنم که من و دوستان من کاری خلاف اخلاق انجام میدیم وقتی که میخونیم، بنابراین همچنان ادامه خواهم داد. بسیار خوب خانم گلزاری، خیلی ممنونم، منتظر ترانه‌های بیشتری از شما هستیم، موفق باشید. ممنونم از شما، مرسی از دعوتتون، متشکرم.